درود بر هم میهنان و همراهان همیشگی کانال آوای ایران، به این برنامه خبری خوش آمدید. امروز نیز همانند روزهای گذشته با مهمترین و داغترین اخبار روز در خدمت شما هستیم. آتش در برابر آتش، یک سپاهی توسط مبارزین بلوچ دستگیر شد. حقارت جمهوری اسلامی در برابر خانواده‌های دادخواه، ایران را برایتان جهنم می‌کنیم و اتحاد دوباره دانشجویان رژیم را وحشت زده کرد. با قدرت برمیخیزیم. اما قبل از مشروع این اخبار بشنوید از مردم زاهدان که پس از برگزاری نماز جمعه همچون 8 ماه گذشته راهپیمایی کرده و شعارهایی از جمله میکشم میکشم آن که برادرم کشت سر دادند. معترضان همچنین شعار دادند برادر شهیدم خونت رو پس میگیرم و زندانی سیاسی آزاد باید گردد. ویدیوهای منتشر شده نشان میدهد که مردم زاهدان روز 26 خرداد در راهپیمایی اعتراضی خود شعار ایرانی، اتحاد، انقلاب، آزادی سر دادند. وقت انقلاب، وقت اتحاد، وقت انقلاب، وقت اتحاد، وقت انقلاب. درود مردم شریف ایران، نوید افکاری است. آتش در برابر آتش، یک سپاهی توسط مبارزین بلوچ دستگیر شد. مبارزان بلوچ یک پیمانکار قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران را در روز چهارشنبه 10 خرداد ماه در مناطق اطراف زاهدان دستگیر کردند. در ویدیویی که انتشار یافته، بهمن قربانی از عناصر سپاه پاسداران از فرماندهان این نهاد درخواست می‌کند تا با پیگیری مطالبات مبارزان بلوچ مقدمات آزادی او را فراهم کنند. مبارزان بلوچ در این ویدیو خطاب به سرکردگان سپاه پاسداران خواهان پایان دادن این نهاد به جنایات خود شده و تاکید کردند که دستگیری عناصر سپاهی در خونخواهی جوانان کشته شده بلوچ و تا زمان پایان دادن به جنایات سپاه ادامه خواهد داشت. بسم الله الرحمن الرحیم. رحمن قربانی هستم، پیمانکار خط لوله. جرم سپاهی گرفتنم تو را خدا از لیست فیدا از دولت تقاضا دارم، درخواست کشم بنمید همه را واسه زن و بچه اومدم اینجا. تو را خدا خواسته چیزی دارم واسه شما انجام بدید. چند روز من اینجا اسیرم، اسیر کوه، بیابون، دره. تو را خدا فقط پیگیر باشید، ندارید اینجا از بین بریم. ما نگر پیدر یا نه؟ پس من هم پیامم به سپاه اینه، دیگه خواسته من ازش ندارم. خواسته من اینه دست از جنایتتون بردارید. بهتره ظلم، ستم، همه چیز کردید، وگر نه روزگارتون اینم. نمیگه همه سپاهی ها رو من جمع میکنم، ولی تا اونجایی که بتونم، لاغت یکی، 5 تا، 2 تا، 3 تا، تا جایی که بتونم میارم و انتقام تک تک برادرم از شما میگیرم. این نیست که شما ظلم فایده نیست. تا جایی که بتونم پول خرج میکنم، تک تک بچه تو میارم، زندگی تو سیاه میکنم و دست از دینایتتون برداری. اگر بر نداشتی، روزگارت اینه برادر جون. این نیست که من تو فکر کنی که من تعدی تو میکنم، نه. سوانه ای من نیست که بگم 1000 نفر ازت میارم یا 1000 نفر میکشم، ولی 5 تا و 2 تا و 3 تا و اینه زندگیتون سیاه میکنم. تا جایی که بتونم درد سری براتون درست میکنم. بهتر خیانت نکنی، ظلم کم کنی، به بچه های کوچک رام کنی. ولی شما که رام نداری،
ولی ادب کنیم. پیشتر به دنبال ناپدید شدن این عضو سپاه پاسداران، ده ها خودروی نظامی در مناطق اطراف زاهدان اقدام به گشت زنی و تفتیش منازل برخی روستاییان کرده بودند. تا کنون مقامات نظامی و قضایی جمهوری اسلامی در این باره اظهار نظری نکردند. در هفته گذشته نیروهای امنیتی و لباس شخصی ده ها نوجوان و جوان را در مناطق مختلف شهر زاهدان بازداشت کردند. در 8 ماه گذشته نیروهای حکومتی بارها اقدام به بازداشت فلعی و گسترده شهر مردان بلوچ به دلیل تداوم اعتراضات خیابانیشان کردند. با تداوم خیزش انقلابی و اعتراضات خیابانی مردم علیه جمهوری اسلامی، دی ماه سال گذشته نیز موجی از بازداشت‌های محله به محله نوجوانان و جوانان بلوچ در زاهدان شکل گرفت. همچنین برای هفته‌های متوالی در سال گذشته، فضای امنیتی بر زاهدان حاکم بود. راه‌های ورودی و خروجی مسدود و تعداد ایست بازرسی‌ها نیز افزایش یافته بود. حقارت جمهوری اسلامی در برابر خانواده‌های دادخواه، ایران را برایتان جهنم می‌کنید. بازداشت اقوام و خانواده ابوالفضل عادی‌نژاد نوجوان کشته شده در خیزش انقلابی با واکنش گسترده مردم همراه شد. گروهی از خانواده‌های دادخواه در توییتی مشترک از مردم ایران خواستند 27 خرداد برای ابوالفضل تولد کوچکی بگیرند و ویدیوی آن را با هشتگ ابوالفضل عادی‌نژاد منتشر کنند. این خانواده‌ها اقدام حکومت در بازداشت نزدیکان ابوالفضل عادی‌نژاد را تلاشی برای پاک کردن یاد این نوجوان ترز از یادها خواندند و گفتند تمام ما را هم که بازداشت کنند و بکشند باز جوانه میزنیم و مقابل آنها میایستیم. تولدت مبارک، مادرت نیست، ما هستیم. تولدت مبارک سر ایران. این شمع و این گل برای مجید رضا رهنورد و ابوالفضل عادی‌نژاد هستش. زاد روزشون مبارک و به خانواده هاشون تبریک میگم برای این بزرگ مردانی که به این سرزمین تقدیم کردن. همیشه یادتون تو قلب های ما هست و انتقامتون رو حتما خواهیم گرفت. زن زندگی آزادی. امروز تولد ابوالفضل عادی‌نژاد است. حکومت کثیف آخوندی پدر مادرش و خواهرش و اقوامش رو دستگیر کرده که بهش تولد نگیرن. ولی بدونید که یه ایران پشتشه. ما تنهاش نمیذاریم. راهشون ادامه داره. خانواده عادی‌نژاد تنها نیستید. ما هستیم پشتتون. تولدت مبارک. امروز تولد ابوالفضل عادی‌نژاد است. میخوام به خانواده عادی‌نژاد بگم دیروز اگه میدونستم تجمع کردید خودم رو میرسوندم تا از شما عزیزان حمایت کنم. هرچی باشه شما به گردن ما حق دارید. ولی متاسفانه اطلاع نداشتم. پیج خواهر جاوید نامم عضو هستم ولی ندیدم خبری. به هر حال ازتون میخوام منو ببخشید و قوی باشید. به موقعش همه همدیگر رو پیدا میکنیم. تولدت مبارک بزرگ مرد ایران ابوالفضل نازنین. تولدت مبارک شیر پسر. ابوالفضل عزیز خیال نکنیم ما خانواده تو تنها گذاشتیم. ما نمیبخشیم نه فراموش میکنیم. ما خیابون رو رها نمیکنیم تا روز آزادی ادامه میدیم. سعید افکاری، برادر نوید، وحید و حبیب افکاری با اشاره به بازداشت تعداد زیادی از نزدیکان ابوالفضل عادی‌نژاد، نوجوان کشته شده در خیزش انقلابی، در توییتر نوشت همه ایران خانواده ابوالفضل هستند. برای پاک کردن یاد ابوالفضل با همه مردم ایران طرفید. سیامک اعظمی، برادر سپهر اعظمی، دیگر معترض کشته شده، در واکنش به بازداشت نزدیکان ابوالفضل عادی‌نژاد نوشت حتی اجازه نمی‌دهند عزاداری کنیم و برای عزیزان از دست رفته‌مان حداقل سر خاکشان تولد بگیریم. هیچ کسی هم صدایمان را نمی‌شنود و ما را نمی‌بینند که داریم یکی یکی زجر کش و تمام می‌شویم. شبنم اسکندری، خواهر محمد رضا اسکندری، معترض کشته شده در پاکدشت نیز با انتشار عکسی از ابوالفضل عادی‌نژاد، نوجوان کشته شده در خیزش انقلابی، در توییتر نوشت ابوالفضل عزیز، به خاطر تولدت چه کارها که نکردند. تولد 18 سالگیت مبارک.
طبق گزارش‌های رسیده، ماموران حکومت روز جمعه به روستای محل اسکان خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده حمله کرده و مادر خاله‌ها، عموها، دایی‌ها، عمه‌ها و دختر خاله‌ها و دیگر افراد فامیل آنها را بازداشت کردند. پیشتر در روز جمعه خانواده محمد حسن ترکمان و جواد حیدری، دو تن از کشته شدگان خیزش انقلابی، خبر دادند که ماموران امنیتی پدر، خواهر و عموی ابوالفضل را در آستانه تولد این نوجوان کشته شده در خیابان مورد ضرب و شتم قرار داده و آنها را بازداشت کردند. هنگامی که نیروهای جمهوری اسلامی پدر ابوالفضل را در مشهد کتک می‌زدند، کفش پدرش درآمده و مادرش آن را روی مزار پسرش گذاشته است. فاطمه حیدری، خواهر جواد حیدری، معترض کشته شده در قزوین، ویدیویی در توییتر منتشر کرده که در آن مادر ابوالفضل بر مزار او فریاد می‌زند: دخترم رو بردن. شکایت می‌کنم. شکایت. من مادر داغ دیده اونایی که امروز جلو آتش به مردم دخترم و ناموسم و همسرم رو بردن. ناموسشون رو تیکه تیکه کن. ناموسشون رو جلو چششون. در روزهای گذشته خانواده آدینه‌زاده خبر داده بودند که در آستانه تولد این نوجوان شیشه و سنگ مزار او شکسته شده است. همزمان گلی حسینی، مادر ابوالفضل آدینه‌زاده، با انتشار ویدیویی گفته بود نیروهای جمهوری اسلامی به دلیل نوشتن شعار زن زندگی آزادی روی سنگ مزار پسرشان آنها را بازجویی کرده و سنگ مزار و شیشه آن را شکستند. ابوالفضل آدینه‌زاده روز 16 مهر سال گذشته در جریان اعتراضات شهر مشهد هدف حمله نیروهای حکومتی قرار گرفته بود. این نوجوان ابتدا با ضربه شوکر به گردن آسیب دید و سپس با شلیک ده‌ها تیر تفنگ ساچمه‌ای کشته شد. خانواده ابوالفضل با وجود تهدید نیروهای حکومتی از همان ابتدا درباره کشته شدن او مقابل دانشگاه فردوسی مشهد سکوت نکردند و گفتند که فرزندشان بعد از تیر خوردن با پیکری پاره پاره به بیمارستان منتقل شده و ساعتی بعد جان باخته است. و خبر آخر، اتحاد دوباره دانشجویان رژیم را وحشت زده کرد. با قدرت برمیخیزیم. فعالان دانشجویی از احضار دست کم 80 دانشجوی دانشگاه مدنی در تبریز به کمیته انضباطی خبر دادند و همزمان دانشجویان دانشگاه‌های تهران و سوره در بیانیه‌های ضمن اعلام همبستگی با اعتراضات دانشجویان دانشگاه هنر علیه اقدام مدیران این دانشگاه در اجباری کردن مقنعه تاکید کردند که سیاست حکومت در اجرای سرکوب حداکثری در دانشگاه‌ها قدرت نمایی پوشالیست و چون دیگر اشکال سرکوب شکست خواهد خورد. شوراهای صنفی دانشجویان کشور با تاکید بر پرونده سازی گسترده برای دانشجویان دانشگاه مدنی آذربایجان گزارش داد که دست کم 80 دانشجوی این دانشگاه به کمیته انضباطی احضار شدند و حراست و شورای انضباطی دانشگاه مدنی در روزهای پایانی ترم برای چندین تن از دانشجویان احکام انضباطی صادر کرده است. همچنین با شدت گرفتن سرکوب و احضار در دانشگاه مدنی که در شهر تبریز واقع شده است، دانشجویان این دانشگاه در بیانیه‌ای اعلام کردند که در مقابل افزایش فشارها متحد مانده و مقاومت خواهند کرد. در بیانیه دانشجویان دانشگاه مدنی آذربایجان همچنین آمده است: ما دانشجویان در کنار هم هستیم و دستانمان مثل زنجیر در هم تنیده است و اگر محکومیتی ناعادلانه برای دانشجویان تعیین شود، با صورت دادن اقدامات لازم در کنار دوستان و همکلاسی‌هایمان هستیم و آنها را تنها نخواهیم گذاشت. همزمان دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه سوره با انتشار بیانیه‌هایی از اعتراضات دانشجویان دانشگاه هنر حمایت کردند. در پی تاکید حراست و مدیران این دانشگاه مبنی بر اجباری شدن مقنعه از روز 27 خرداد ماه، دانشجویان دانشگاه هنر از روز چهارشنبه در پردیس باغ ملی این دانشگاه اقدام به برپایی تحسن کردند. اما نیروهای حراست دانشگاه بامداد پنجشنبه با یورش به دانشجویان آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده و از ادامه تحسن جلوگیری کردند. جمعی از دانشجویان دانشگاه سوره روز جمعه در بیانیه‌ای ضمن حمایت از اعتراضات دانشجویان دانشگاه هنر گفتند که تحسن دانشجویان دانشگاه هنر به صورت کاملا مسالمت آمیز بوده و آنها اعتراض خود را در قالب تحسن نشان دادند، اما جواب مسئولین طبق معمول چیزی جز خشونت و سرکوب نبوده است. دانشجویان دانشگاه سوره در این بیانیه با اشاره به تهدیدات مسئولان دانشگاه هنر علیه دانشجویان معترض به برخورد خشونت‌آمیز بیشتر افزودند: ما دانشجویان دانشگاه سوره اعلام می‌کنیم کنار دوستانمان در دانشگاه هنر ایستاده‌ایم و سکوت نخواهیم کرد، چرا که با سکوت این برخوردهای توهین‌آمیز دامان همه دانشجویان را خواهد گرفت.
همزمان جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران نیز شامگاه جمعه در بیانیه ای ضمن اعلام همبستگی با دانشجویان دانشگاه هنر اعلام کردند که اقدام مسئولان دانشگاه هنر در اجباری کردن مقنعه که با هدف قدرت نمایی پوشالی انجام شده را به شدت محکوم می کنند. دانشجویان دانشگاه هنر افزودند بر ما آشکار است که هدف از اعمال فشارهای بیشتر بر دانشجویان در آستانه پایان سال تحصیلی زمینه سازی برای پادگانی کردن دانشگاه ها در آغاز سال تحصیلی آینده است. اما هشدار می دهیم همانطور که اکنون در مقابل این قوانین سکوت نمی کنیم تا آخرین لحظه حضور در دانشگاه در مقابل تمامی این اقدامات سرکوبگرانه می ایستیم. در بیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران آمده است سیاست سرکوب حداکثری که به صورت هماهنگ در دانشگاه‌ها در آستانه پایان سال تحصیلی شدت گرفته هم همچون دیگر اشکال سرکوب در نهایت شکست خواهد خورد. دانشگاه در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی از کانون‌های اعتراضات و تجمع‌های مداوم علیه جمهوری اسلامی بوده است و تاکنون بر اساس اعلام کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان بیش از 750 دانشجو توسط دستگاه‌های امنیتی بازداشت شده و هزاران دانشجو نیز به کمیته های انضباطی دانشگاه های سراسر کشور احضار شدند و صدها دانشجو نیز با احکام ممنوع ورودی، تعلیق و محرومیت از تحصیل و خوابگاه مواجه شدند. همراهان عزیز و گرامی، به پایان این برنامه از آوای ایران رسیدیم. شما میتونید دیدگاه خودتون رو در ارتباط با این اخبار در بخش کامنت های این ویدیو با ما به اشتراک بگذارید. پاینده ایران.